با درود فراوان به بینندگان و شنوندگان عزیز به برنامه دموکراسی و داد امروز گوش میکنید و میبینید ما رو امروز 24 آوریل 2021 مصادف با 4 اردیبهشت 1400. توی این هفته گذشته اتفاقات جالبی تو آمریکا افتاد. بعضی از این اتفاقات مربوط که در داخل آمریکا افتاد مربوط به جامعه بین‌المللی میشه و یه سری از این اتفاقات مهم مربوط به جامعه داخل آمریکا میشه. اتفاقی که در داخل آمریکا افتاد و دنیا رو تحت تاثیر قرار میده این بود که رئیس جمهور آمریکا بعد از یه مدت خیلی طولانی، شاید نزدیک 4 یا 5 سال، اولویت قرار داد وضعیت تغییر اقلیمی آب و هوا و گرم شدن زمین رو در مرکز سیاست‌های اقتصادی آمریکا. یعنی اینکه تا سال 2030 رئیس جمهور بایدن اعلام کرده که CO2 یعنی مونودیوکسید کربن تولیدی آمریکا رو 50% یا به صورت نصف کاهش خواهد داد. این مسئله شاید به اون شکل الان در امروز در داخل آمریکا شاید تاثیر خیلی خاصی نداشته باشه، ولی در آینده‌ای که داره میاد، در آینده نزدیک، احتمالاً تغییرات چشمگیری در سیاست‌های داخلی آمریکا خواهد داشت. ولی این فقط یکی از چیزایی بود که اتفاقاتی بود که تو هفته گذشته افتاد. بزرگترین اتفاقی که گذاشتیم بود اتفاقی که در هفته گذشته اتفاق افتاد این بود که برای شاید یکی از معدودترین اتفاقات توی آمریکا، یکی از معدودترین تایمایی که به قول معروف این اتفاق افتاده، اینه که یک پلیس سفید به جرم کشتن یک مرد سیاه محکوم شد در دادگاه و جرمش رو حالا قراره به قول معروف اعلام بکنن ظرف یک ماه آینده که این تنبیهی که قراره براش در نظر بگیرن و سنتنسینگش به قول معروف قراره یک ماه دیگه اتفاق بیفته و قراره این آدم رو به زندان بفرستن. این اتفاق خیلی بزرگی بود در آمریکا به خاطر اینکه تاریخ بین سیاه آدمهایی که اینجا سیاه هستن و تاریخ بین پلیس ها خیلی تاریخ یک رابطه خیلی پرتنشی هست. همین این پلیسی که محکوم شد اسمش از دریک شووین و این آقای شووین یک مرد سفیده و در پلیس مینیاپولیس کار میکرد و در سال گذشته حدود همین موقع ها یک کمی بیشتر یک مرد سیاهی رو به اسم جورج فلوید توی خیابون کشت با گذاشتن زانوش روی گردن جورج فلوید برای تقریبا 10 دقیقه و این ویدیوش اومد بیرون و مردم خیلی عصبانی شدن. یک اعتراضات نه تنها داخل آمریکا که اعتراضات بین المللی رو به دنبال داشت. اتفاقات اینجوری معمولاً یک پشتوانه و یک تاریخ خیلی بزرگی پشتشون هست و به همین سادگی این اتفاقات در داخل آمریکا نمیافته. یعنی یک اتفاقات تاریخی هست که منشأ تاریخی داره و به خصوص رابطه بین آدم‌هایی که اینجا سیاه هستن و پلیس آمریکا تاریخ خیلی پیچیده‌ایه و خیلی هم ربط داره به بردهداری. خیلی از دوستان ممکنه ندونن که پلیس آمریکا بر مبنای این به وجود اومد که نه نظم و امنیت مردم رو تمدید بکنه، بلکه تاریخ به صورت تاریخی پلیس آمریکا به این دلیل به وجود اومد که سیاهایی که از بردهداری سعی میکردن فرار بکنن یا فرار میکردن رو دوباره بتونه دستگیر بکنه و نزد بردهداران و مزرعه داران بزرگ بردهداری داشتن برگردونه. این قضیه از 1700 شروعش از آخرای 1600 میلادی شروع میشه. اوایل این کار این آدم، کار این به قول معروف پلیسا، اصلا بهشون میگفتن شکارچی برده، سلیو هانتر بودن اینا، یعنی کسایی بودن که میرفتن و اجازه داشتن از نظر قانونی از طرف بردهدارها که برن کسایی که فراری بودن رو دستگیر کنن و بیارن. بعد از یه مدتی این قضیه باعث میشه که سیاها سفیدا به قول معروف خودشون رو منظم میکنن و به صورت منسجم یک گروهی رو تشکیل میدن که در طول تاریخ این گروه تبدیل میشه به پلیسی که امروز آمریکا داره. این خیلی تاریخ جالب و پیچیده‌ای داره. برای همین نمیشه گفت هر کسی که مخل نظم و یا ناامنی ایجاد میکنه
تحت تعقیب پلیس قرار میگیری یا توسط پلیس کشته میشه. خیلی وقتا این قضیه کشتار آدم ها توسط پلیس واقعا ربطی به امنیت و یا از بین بردن نظم عمومی نداره. یه قسمت خیلی بزرگیش تاریخیه و اینکه سیاها از اولی که چیزی به اسم پلیس تو آمریکا به وجود اومد تحت تعقیب و تحت محاکمه و تحت فشار بودن از طرف این نیروی امنیتی که امروز بهش میگن پلیس. و اینو باید در نظر گرفت که در طول سال به خود در طول تاریخ به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم کشور آمریکا به کشوری تبدیل شد که سیستم میلیتاری و سیستم نظامی خیلی سیستم قوی هست. بعد از اینکه آمریکا جنگ جهانی دوم رو در اروپا خاتمه داد و برنده شد، ببخشید در آسیا به وسیله انداختن بمب اتمی رو ژاپن خاتمه داد و شوروی سابق جنگ رو در اروپا خاتمه داد، کشور آمریکا تقریبا میشه گفت تنها کشوری بود که هیچ صدمه‌ای در داخل آمریکا اتفاق نیفتاد. تنها نزدیکترین چیز اتفاق جنگی که برای آمریکا افتاد حمله ژاپنی‌ها به پرل هاربر در هاوایی بود. بندر مروارید میشه، پرل هاربر میشه بندر مروارید. و بعد از اینکه دولت آمریکا به قدرت بسیار قوی اقتصادی و نظامی تبدیل شد، پلیس آمریکا هم بر مبنای اینکه یک سیستم امنیتی و نظام یک سیستم امنیتی هست، از پیشرفت‌های نظامی آمریکا خیلی سود برد. همونطور که اگر نگاه بکنی تصویرهایی که از سلاحهایی که پلیس آمریکا در طول تاریخ حمل کرده بعد از جنگ جهانی دوم، این سلاحها همونطور که سلاحهای نظامی آمریکا به صورت پیشرفته تری در میان و خیلی پیشرفت میکنن، سلاحهایی که پلیسای آمریکا هم حمل میکردن و میکنن خیلی پیشرفته تر میشه. حالا امروز برگردیم از این رویه تاریخی به امروز برسیم. دولت پلیسای محلی آمریکا، پلیس شهر یا پلیس کاونتی به قول من پلیس منطقه، اجازه این رو دارن به صورت قانونی که از مواد و تجهیزاتی که دولت سیستم ارتش آمریکا دیگه استفاده نمی‌کنه، چیزا تجهیزات و وسایلی که دیگه ارتش استفاده نمی‌کنه رو می‌ذارن برای مزایده. و این مزایده به صورت اختصاصی فقط کسایی که در اداره پلیس و یا کلانتر یا مارشال یا اینا همه چیزهای قانونی داخل آمریکا، سیستم‌های قانونی و سیستم‌های امنیتی داخل آمریکا، این ارگانیزیشن‌ها هستن که فقط میتونن مزایده تجهیزات نظامی و وسایل نظامی ارتش رو شرکت بکنن. برای همین ظرف 20 چند سال گذشته به خصوص بعد از حمله 11 سپتامبر، سیستم پلیس آمریکا خیلی خیلی زیاد به تجهیزات و وسایل نظامی آمریکا استفاده میکنه. تفنگاشون، ماشیناشون، اگر نفربر دارن خیلی از جاها میتونیم ببینیم که ربات هایی دارن که از راه دور کنترل میشه. تمام اینها و در به قول معروف تمام این قضیه که پلیس آمریکا دسترسی داره به تجهیزات نظامی، یک اتفاقی رو باعث شده که توی آمریکا بهش میگن نظامی شدن پلیس یا میلیتاریزیشن پلیس. یعنی که پلیس آمریکا به صورت یک میلیتاری، به صورت یک حکومت قدرت نظامی داره با مردم آمریکا به خصوص کسایی که رنگین پوستن برخورد میکنه. در طول چند سال گذشته تقریبا میشه گفت اکثر قریب به اتفاق کسانی که کشته شدن توسط پلیس آمریکا آدمایی بودن که غیر سفید بودن، شاید الزاما سیاه نبوده باشن ولی مسلمون هستن یا آسیایی هستن یا سیاه هستن و یا بومیای آمریکا هستن. این یکی از مسائل خیلی پرتشنج و تشنج‌زا در داخل آمریکاست و این مسئله ظرف چند ماه گذشته به خصوص از وقتی که این محاکمه دریک شووین به خاطر قتل جورج فلوید آغاز شد، شده مرکز گفتگو و گفتمان بین کسایی که اکتیویست هستند و مبارزین مدنی و کسایی که در آمریکا به صورت مدنی فعالیت دارن و قانونی و حتی کسایی که وکیل هستن و کسایی که توی سیستم قضایی آمریکا فعالیت میکنن. این مسئله میلیتاریزه شدن آمریکا، میلیتاریزه شدن پلیس، به علاوه تاریخ خیلی پرتشنج بین پلیس و سیاها باعث شده که این کنش و تنش بین پلیس و مردم به صورت مرکزی مطرح بشه. الان
در آخرین قدمی که اتفاق افتاده، یک قانونی هست در مجلس در کنگره آمریکا که منتظر تصویب شدنه و این قانون اسمش هست جورج فلوید پولیسینگ اکت، یعنی قانون پلیس کنترل پلیس که به اسم این آقای جورج فلوید که توسط پلیس کشته شد نامگذاری شده. این قانون یک قانون خیلی مهمی است به خاطر اینکه یک سری چیزها رو واقعا داره مورد بررسی قرار میده. مهمترینش اینه که یک سری کارا رو پلیس آمریکا دیگه نمیتونه انجام بده. مثلا تا امروز پلیس میتونست با گذاشتن دست دور گردن یک متهم جلوگیری از نفس کشیدنش بکنه تا موقعی که این متهم یا کسی که در واقع داره دستگیر میشه مبارزه یا مقاومت رو کنار بذاره. این داره از نظر قانونی منع میشه و دیگه اجازه نخواهند داشت این کار انجام بدن. یکی از چیزهای دیگه‌ای که هست توی آمریکا، اگر یک پلیسی یک کار بدی انجام بده، اون آدمی که تحت تاثیر این ظلم قرار گرفته، حالا یا اشتباهی یا به عمد این پلیس یه نفر رو متهم کرده به کاری و نمیدونم پراپرتیشو یا ماشینشو از بین برده یا زدنش یا هر کاری کردن، تا قبل از این قانون اون آدمی که تحت ظلم قرار گرفته بود نمیتونه شکایت بکنه از پلیس آمریکا. یعنی شما یا متهم بودی یا متهم نیستی. اگه متهم هستی تو دادگاه محکوم میشی و به زندان میری، اگرم متهم نیستی و محکوم نمیشی میری دنبال زندگی. نمیتونی از پلیس شکایت بکنی که آقا اینا اشتباهی منو متهم کردن، زندگی منو به هم ریختن، کارمو از دست دادم، پول برام خرج رو دستم گذاشتن، ماشینم و خونم رو از بین بردن. نمیتونستین تا قبل از این از پلیس آمریکا به خاطر این اتفاقات که براتون افتاده شکایت بکنید. این قانون اونم داره عوض میکنه. اینو بهش تو آمریکا میگن qualified immunity، یعنی اینکه شما ایمیون هستی، یعنی خارج از دسترسی قانونی هستی بر طبق قانون، و این قانون، این قانون جورج فلوید داره اینو عوض میکنه. به نظر خیلی از کسایی که مثل من آدمایی هستن که چپگرا هستن و آدمایی هستن که پروگرسیو هستن تو آمریکا، سیستم پلیس آمریکا واقعا احتیاج به یک تغییرات خیلی بزرگ داره. اینو یادمون باشه که انتقاد از پلیس آمریکا الزاما به این معنی نیست که این کشور بیقانونیه و این کشور کشوری که نمیدونم مثل ایرانه. کسی با ایران اینجا رو مقایسه نمی‌کنه، ما اینجا رو داریم با خودش مقایسه می‌کنیم. کشوری که ادعای دموکراسی داره، ادعای اینو داره که آزادترین کشور دنیاست و به اسم این ادعای آزادی میره هر جای دنیا هر کاری دلش می‌خواد می‌کنه، افغانستان رو میگیره، عراق اینجوری میکنه، ویتنام اینجوری میکنه، و در این حال در داخل کشور خودمون، در داخل این کشور آمریکا، مردم خیلی هاشون اونطوری که برابر تریت نمیشن، برابر با بقیه مردم باهاشون برخورد نمیشه و بستگی به اینکه قیافشون چجوریه، دینشون چجوریه، رنگ پوستشون چجوریه، ممکنه چیزهای متفاوتی رو تجربه بکنن. این یکی از اون مواردیه که مبارزین مدنی و کسایی که دارن در این موارد صحبت میکنن خیلی مصر هستن که این مسائل به قول معروف ادرس بشه، این مسائل در موردشون صحبت بشه و اگر جایی برای تصحیح و برای ایمپروف کردن هست، این قضیه رو ایمپروف بکنن و این قضیه رو بهتر بکنن. برای همین کسایی که در داخل ایران و در داخل آمریکا هستن باید اینو همیشه توجه داشته باشن که انتقاد از دولت آمریکا و انتقاد از سیستم آمریکا به معنی دشمنی یا به معنی هیچ چیز دیگه‌ای نیست. این کشور واقعا یه سری چیزهای خوب داره، یه سری چیزهای بد داره و این قضیه پلیس و مردم یکی از مسائل خیلی بزرگ این گفتمان هست. لازم به ذکره که باید اینم بهتون گوشزد بکنم که کلن فرهنگ آمریکا و فرهنگ کشور آمریکا فرهنگیه که سلاح خیلی توش جا افتاده. مردم خیلی هاشون مسلحن، خیلی هاشون طرفدار تفنگن، یه سری هاشون دوست ندارن و این قضیه خودش روی قضیه پلیس تاثیر میذاره. یعنی شما وقتی با من یک مامور پلیس در هر جایی از شغلتون با هر آدمی دیل میکنی، با هر آدمی اینتراکت میکنی، باید اینو در نظر داشته باشه که این آدم ممکنه مسلح باشه. این اصلا قابل انکار نیست. ولی یک مشکل خیلی بزرگی که هست اینه که متاسفانه پلیس آمریکا خیلی به سرعت متوسل به زور میشه، خیلی به سرعت به متوسل به استفاده از سلاح گرم و سلاحی که منجر به قتل میشه انجام میده، در حالی که اگر توجه بکنید معمولا پلیس آمریکا خیلی وسایل با خودش حمل میکنه.
از این دستگاه های شکدار دارن، اسپری دارن که فلفل میزنه، نمیدونم تفنگ هم دارن، ولی اینجوری که بوش میاد یه قشری از مردم فقط قسمت لوله تفنگ گیرشون میاد و یه قسمت یه قشر دیگه ای کمتر لوله تفنگ رو میبینن. اینا چیزاییه که باید در مورد صحبت میکنیم و این قضیه در هفته گذشته بالاترین و مرکزی ترین نقطه ثقل گفتمان این قضیه بین پلیس و مردم آمریکا بود. حالا میگم سیاها و کسایی که رنگین پوست هستن یه قسمت قضیه رو میبینن، کسایی که سفید هستن یه قسمت دیگه قضیه رو میبینن. این هفته خیلی هفته مهمی بود در این روابط و مطمئنن این گفتمان خاتمه نخواهد پیدا کرد به خاطر این اتفاقی تو هفته گذشته افتاد. این اتفاق یک مسئله تاریخی چند صد ساله است، یعنی 300 سال 400 سال این قضیه پلیس و مردم، امنیت و مردم، حق مردم در مقابل پلیس و حق قانونی پلیس و مردم، اینا همه چیزهایی است که جامعه شناسا، آدمایی که فعالین سیاسی، فعالین مدنی، همه اینا در موردش دارن صحبت میکنن و این قضیه این نیست که امروز یا فردا ختم بشه، فقط یکی از اون چیزهایی هست که باید متداوم و مداوم در موردش صحبت کرد و در موردش جویا شد و مسئولین چه از نظر قضایی چه از نظر امنیتی رو به عنوان مسئول قرار داد، یعنی ریسپانسیبل باید باشن این آدم ها برای کارهایی که انجام میدن و برای حرفایی که میزنن یا چیزهایی که ادوکیت میکنن به قول معروف. خلاصه این هفته جالبی بود از نظر روابط نژادی و امیدواریم که این قضیه که توی آمریکا میشه راحت راجع به یه سری مسائل صحبت کرد الگو بشه برای جاهای دیگه دنیا، به خصوص برای کشور خودمون، که بتونیم بدون دشمنی داشتن با کسی حرفی که حق هست رو بزنیم و در موردش صحبت بکنیم. امیدوارم بازم به خصوص این قضیه تاریخی قضیه خیلی مهمه، این پشتوانه تاریخی قضیه خیلی باید مطالعه بشه و در موردش صحبت بشه، به خاطر اینکه بدون دونستن تاریخ بین پلیس و جامعه آمریکا نمیشه تصمیماتی در امروز گرفت که تصمیماتی باشن که بشه تصمیمات به قول معروف مثبتی باشه، باید در موردشون صحبت کرد. امیدوارم هفته دیگه بتونیم بیشتر در موردش صحبت بکنیم. من سعی میکنم تا جایی که میتونم در این مورد به دوستان و هموطنان آگاهی بدم، به خاطر اینکه یه سری از این مسائل خب برای کسی که اینجا زندگی نکرده و تاریخ اینجا رو نخونده و ندیده ممکنه خیلی obvious نباشه، به قول معروف خیلی مبرز نباشه، خیلی قابل دید نباشه. برای همین فکر کنم یه گفتمان در این موارد خیلی به صرفه هست. مرسی که از این که به حرفای من گوش کردین. امیدوارم بتونم هفته دیگه دوباره همدیگر ببینیم و بدرود.